«Формула-55» дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать! از 25 تا 28 فوریه در قصر تنیس و مجمع ورزشی اوبی شهر دوشنبه چمپیونات کوشودی جمهوریوی اوید با بوکس میونی کالون سولون برگزار شد. در چمپیونات امسال 6 دسته از سراسر کشور از آن جمله 2 دسته از ولایت خاتون و یک تیم دیگر از ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت سوخت شهر نوید اوبی جمهوری و شهر دوشنبه اشتراک نمودند. رقابت ها میونی ورزشگران در 22 وزن، 13 وزن میونی مردان و 9 وزن میونی بانوان دایر شد. در مجموع 140 ورزشگر از اون جمله 111 مرد و 29 زن در مسابقه امسالای اشتراک نمودند. در روز آخر قهرمانی تاجیکستان رقابت های نهایی دایر شد. اولین شده بانوان با میدان برآمدند. سومایا قاسمو از شهر دوشنبه در دور نهایی چمپیونات کوشودی جمهوریوی اوید با بوکس فاطمه خولو و نماینده دیگر شهر دوشنبه را شکست داده نشانی زرین وزن 48 کیلو را مال خود کرد. روحفظا اقنظرو و مجزن موفق شهر دوشنبه در وزن 50 کیلو نشانی تیلو رو به گردن آویخت. او در دور نهایی چمپیونات کوشودی جمهوریوی اوید با بوکس ارافامو سانگو و ورزشگر شهر کلوب رو شکست داد. برای معین نمودن غالب وزن 54 کیلو یعقوب و فریزه از شهر کلوب و نیگورا اولیمو از شهر دوشنبه به هم آمدند. این رقابت که 3 راوند ادامه کرد با قرار داوران نیگورا اولیمو از دوشنبه غالب دانسته شد. در وزن 60 کیلو نیز دو بانوی شهر دوشنبه مولودا عبدالوزادا و دلدودا اسکالوا به هم آمدند. در رقابت مذکور با برتری بیشتر امتیازها مولودا عبدالوزادا قهرمان جدید کشور در وزن 60 کیلو شد. قهرمان بسیار کاراتای تاجیکستان و غالب دو مسابقه آخر چمپیونات جهان میان کشورهای استحصال کننده نفت مرزان معروف مهان میجگونا سماد و که قبلا در وزن 57 کیلو هنرنمایی میکرد امسال با وزن 60 کیلو گذشته از اولین قهرمانی خود استقبال کرد. در رقابت نهایی میجگونا نماینده شهر کلوب محبوبا امروخانو را شکست داد. در وزن 57 کیلوگرم چه خیلی که نتیجه خوب به دست آوردم، میخوام که در وزن 60 کیلو از هینم نتیجه بسیارتر به دست بیارم و نام دولتم رو عزیزم رو بلند بردارم، چون ارزوی هر یک ورزشگر این در المپیاد برآمد کردن است و امسال ما کوشش و زحمت هایم همین است که راحت المپیاد رو به دست بیاریم. نیلوفر بوبویو از شهر دوشنبه با مغلوب ساختنی بیبی نشستمو خولو از شهر کلوب غالب وزن 63 کیلو میونی بانوان شد. در یک از رقابت های حساس میونی بانوان شویرا زولقاینار و قهرمان بسیار کاراته کشور که شهر دوشنبه رو نمایندگی میکرد با همتای خود از شهر کلوب ملیکا نوزیمو به هم آمدند. در دیدار مذکور با برتری اندکه شویرا پیروزی به دست آورده قهرمان تاجیکستان باقی ماند. اینچنین میونی بانوان در وزن 75 کیلو مهرناز مزفر و از دوشنبه و در وزن جمعی 82 کیلو تمنو میرزای و از شهر کلوب صاحب مدال طلا شدند. میانی مردم برای نشانهای طلا رقابت ها در 13 و صورت گرفت. مهران شفیف از پایتخت کشور با مغلوب نمودن عثمان میرزایف از ولایت سوق در وزن 48 کیلو مدال طلا گرفت. در وزن 51 کیلو باشد مهراب حمیدف قهرمان جدید تاجیکستان انتخاب شد و فردوس عریپوف از ولایت مختار کوهستان بدخشان را شکست داد. شورت سبزعلیف نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان در وزن 54 کیلو قهرمان مهان انتخاب شد. شورت در فینال نماینده سوق مهراج زویدوف را شکست داد. یکی از چهره های شناخته بوکس جهانی مشزن معروف مهان اسرار واحدوف هدف دارد در بازی های المپی پاریس 2024 اشتراک کند. از این رو برای راه یافتن به چمپیونات جهان و آسیا در قهرمانی کشور اشتراک نمود. اسرار که ولایت سوق را نمایندگی داشت در رقابت نهایی وزن 57 کیلو بر همتای دیگر خود از ولایت سوق خسروخان رحیموف دست بالا شد. یادآور میشویم که اسرار واحدوف در بوکس کسبی 12 و آخری دایر نموده 11 پیروزی به دست آورده است. برگزاری چنین تورنی در تاجیکستان راستی گپ بار اول گویما میشود، برای که این مسابقه همچون مسابقه کلان رنگ همین مسابقه های میجنرات نگذشته است.
ارزو نیتی همه اسپارتسمن و تمام اسپارتسمن تمام نمود ارزوی اسپارتسمن همه است که برای المپیاد участвовать کنه المپیاد برای مدال برای بایرق تاجیکستان در مسابقات بین المللی یعنی المپیاد بردوستان همین نیتی ما بود بعد возможность میگم روسو возможность شد ما اومدم برامات کردم اینا یکم نمره تاجیکستان شدم داد شکو خدا نصیب کرد که باشد مسابقه بین المللی رفته و برای تاجیکستان بالون بود Бахтовар Сагизов аз шаҳри Кулоб қаҳрамони Тоҷикистон дар вазни 60 кило дониста шуд. Рақиби қаҳрамони бисёркаратаи кишвар, иштирокчии бозиҳои Олимпия Баҳодур Усмонов дар вазни 63.5 кило ба майдон наомад ва Баҳодур дигар бора қаҳрамони кишвар боқӣ монд. Инчунин Расул Аҳмадов, Маҳкамов Довуд ва Некрус Салимов қаҳрамонони ҷадиди Тоҷикистон шуданд. Шаҳбоз Нигматуллоев иштирокчии бозиҳои Олимпия Токио 2022 ва ҳамзамон иштирокчии қатор аз мусобиқаҳои сатҳи баланд дар вазни 80 кило ки вазни олимпӣ мебошад барандаи медали тиллои Тоҷикистон шуд. ӯ дар рақобати ниҳоии Шаҳбоз Ҳаитов аз вилояти Суғро шикаст дод. Дар ин рақобат Шаҳбоз бо баҳогузории якдилонаи доварон пирӯзӣ ба даст овард. خیلی مسابقه ما با روسی گفت یکم بار دستم در تاجیکستان یکم بار در تاریخ خیلی مسابقه او را میشه بلانی بعد چندی چمپیان میر از یک خدر نمیم برای ده برای می خیلی تشکر میگم برای امی آدم های کمینا گذراندگی شخص نیست یعنی مخترم کمیل جمع خان در خیلی اما باکسور با خدا خیلی دیگر با بیسوتر میخوان که با باکس نده خیلی مسابقه با و چمپیونت جهان در تئوری دسیم که در تاشکند میگذارد یکمی تا 14 مای خیلی منتظریم که یکم جای میبریم حرکت میکنیم همزمان در وزن 86 کیلو کریموف پرویز از دوشنبه دولت بولتایف در وزن 92 کیلو مدالی تیلو گرفتند رقابت میان سنگین وزنان بسیار تیز و تون و پرشدت صورت گرفت زیرا در این وزن جهان قربانوف ورزشگر موفق و صاحب نام تاجیکستان اشتراکچی بازیهای المپی با میدان برآمد اما متاسفانه جهان قربانوف در رقابت نهایی جمع 92 کیلو از ورزشگر جوان امیدبخش مهان محمد ابروریدینوف شکست خورد رقابت ورزشگران پورا سه راوند ادامه نموده با بهوگذاری داوران محمد که شهر دوشنبه را نمایندگی میکرد قهرمانی تاجیکستان انتخاب شد پس از انجام رقابت های نهایی در یک فضای تنتنوی مراسم جایزه سپاری مسابقه برگزار شد از جانب فدراسیای بوکس کشور در برابر مدال و افتخارنامه اینچنین برنده مدال طلا با 5000 سومانی صاحب نشان نقره با 3000 و صاحبان نشان های برنجی با 1000 سومانی مکافات پولی قدردانی شدند اکنون غالبان و جایزه داران چمپیونات تاجیکستان 2023 را در سال روان یک قطار از مسابقه های سطح بلند از آن جمله چمپیونات آسیا چمپیونات جهان و مسابقه های رتینگی انتظار است. ما از در چنین مسابقه ها ورزشگران ما میتوانند تا خال های ریتینگی را به دست آورده با بازی های المپی پاریس 2024 را خط گیرند. رقابت های چهار روزه چمپیونات تاجیکستان اوید با باکس با پیروزی در سه دوشنبه به انجام رسید. فضای برگزاری مسابقات یک مسابقه قهرمانی آسیایی و جهانی را میماند که این را ما در صحبت با اکثری از اشتراکچیان پیخاست کردیم. با مدیریت جدید فدراسیای بوکس کشور انتظار میرود که این ورزش المپی در کشور باز هم رشد و نمو میکند و ورزشگران ما به سطح بالاتر میبرایند. فاروخ نوزیمزاده بهرالدین دولتوف از جریان روز آخر رقابت های چمپیونات تاجیکستان اوید با باکس مخصوص برای برنامه تلویزیونی خبر.